کامل. حالا الان برای دروس تخصصی هم یک روش خیلی 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 خفن وجود داره که این روش خفنه رو اگه دقیق گوش بدی قطعا دفترچه رو ریز ریز میکنی. اما داستان چیه؟ میگه ببین من یه زمان بندی برای دفترچه تخصصی هم دارم که میخوام به یاد بدم. اولین گروه تجربی ها. بچه های تجربی زمان بندی باید چجوری باشه؟ نگاه کن. خیلی فرق دارن با هم دیگه. بچه های تجربی یه گروهشون هستن که به عشق دارو دارن درس میخونن. تو تجربی ها امشب کسی رو داریم برای دارو داره درس میخونه؟ بودو 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 بودو. کی میخواد دارو ساز شه؟ بودو 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 بودو. خوبه جامعه آماری داروهامون کمه. کیا دنبال پزشکی هن؟ بودو 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 بودو. آها کیا دندون؟ متین کیا دندون؟ ایوان. خب حالا همه حواسا اینجا. دانش آموزای تجربی که دنبال رشته دارو هستن درس زمین براشون مهمه که ما قشنگ مفصل در مورد روش خوندن صحبت می‌کنیم. هنوز زمین هیچ کسی تو هیچ کاری نباید بکنه برای زمین. به موقع بهتون میگم بعد زمان زمین شناسی چیکار بکنید، با چه روندی بخونید که سریع بتونید نتیجه بگیرید به اون چیزی که می‌خواید برسید. اما اگه تو جزو اون دسته تجربیایی هستی که زمین شناسی می‌خوای برای دروس تخصصی تکنیکی که باید استفاده بکنی اینه 20 10 25. یعنی اول برای هر درس تخصصی 20 دقیقه زمان بگذار و در این 20 دقیقه تست های تیک و بخشی از دایره را بزن و همه تست ها را هوشمند کن. سپس دوباره از اول سراغ تست ها برو و از اولین درس برای هر درسی 10 دقیقه زمان بگذار. پس تو 20 دقیقه تیکا رو میزنم و قسمتی از دایره ها رو تو 10 دقیقه دایره ها رو تموم میکنم و تو دیگه الان با دفترچت واقعا کاری نداری. ولی 25 دقیقه ما بهت زمان میدیم که اگر دوست داشتی و دایره باقی مون بری سر وقتش. همین الان ولی یه مشکل بزرگ وجود داره بچه‌ها که خیلی خیلی مهمه این داستان، باید حواستون به شیشتون جمع باشه. خیلی از بچه کنکوری ها هستن، اینا بچه های خوبی هستن خدا وکیلی ها، ولی خب یه جایی توی بازهایی از زمان رفیق ناباب داشتن، یه سری چیزها رو یاد گرفتن که نباید یاد میگرفتن. اینا توی عمومی ها تو اون 15 دقیقه آخری که باقی میمونه و تو تخصصی تو این تایم آخری که باقی میمونه ناخودآگاه اصلا خودشون نمیخوان این اتفاق بیفته ها، شیطون گولشون میزنه، میرن به این تستا فکر میکنن. یعنی میگن آقا این تست رو حذف کرده بودیم، حالا بریم یه نگاهی بهش بندازیم شاید شد یه کاری واسش انجام بدیم. آقا من همین الان یه نکته‌ای بهت بگم، تو هوشمندسازی تستا هر تستی که زب در گرفت به لحاظ علمی و به لحاظ شرعی فکر کردن بهش چیه بچه ها؟ حرام است. یعنی سراغ تست زب در نمیری. ببین ما یه سری از دانش آموزامون هستن، اینا آمادگی اینو دارن که یه مقداری داغان بشن. چجوری داغون میشن؟ تستا رو زده، تیکار زده، دایره رو زده، تموم شده، یه کوچولو تهش وقت آورده، خوشحاله که آقا ترکوندم، یه روشی بهم یاد داد توی بازه زمانی چقدر سریع تونستم تست بزنم و صحیح تست بزنم. اون یوروپ آخر یا 25 دقیقه آخر شیطون میاد اینجا وای میسه، میگه ببین تو که تیکار رو زدی، دایره رو زدی، برو به زبدرها هم یه فکری بکن، شاید یه فرجی حاصل شد. تو همون لحظه باید بهش بگی اگه این کارو نکنی اون گولت میزنه بری سراغ تستوی زبدر و اون لحظه است که به واسطه یه رفتن سر وقت این تستوی زبدر نمره منفی شروع میشود. بیا یه قراری با هم دیگه بذاریم سر همین آزمون بعدیه، بیا از الان به بعد نگاه بکنیم دقیقاً آزمون به آزمون تعداد تست های زبدری که میریم سراغش شیطون گولمون میزنه که بزنیم و شک دار هستن و منفی میشن کم و کم و کمتر بشن. همه انرژیمون رو میزنیم برای تست هایی که 100% اونا رو بلدیم. حالا یکی سری، یکی زمان و خب حل. پس من یه داستانی رو فهمیدم، اگه تجربی هم زمین دارم روش اینه، اما
خیلی از تجربیات ما اصلا زمین شناسی نمیخونن، چون دارو نمیخوان، پزشکی میخوان، دندون میخوان، فیزیو میخوان و بقیه داستانا. این بچه هایی که قرار هستش به تست های زمین شناسی پاسخ ندهند، بهترین روند و تکنیک